به برنامه فضا خوش آمدید. در نمایشگاه بزرگ بین‌المللی هوافضای پاریس یکی از مهمترین رویدادهای حوزه هوافضا هستیم. در این برنامه با مدیر آژانس فضای اروپا و مدیر سازمان ناسا صحبت خواهیم کرد، اما قبل از آن به سراغ توما پسکه فضانورد فرانسوی می‌رویم که به تازگی از سفر 6 ماهه‌اش از فضا بازگشته. توما پسکه در بازگشت از راهپیمایی فضایی به زمین مورد استقبال امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و عده زیادی از مردم قرار گرفت. فضانورد فرانسوی که در فضا ماهیچه و استخوان از دست داده دوران نقاهت را می‌گذراند، اما خبرنگار ما توانسته با او گفتگوی انجام بدهد. توما، شما برگشته اید. از نظر جسمی روحی چه احساسی دارید؟ احساس خیلی خوبی دارم. بازگشت به زمین در ابتدا کمی سخت است. بدن انسان می تواند پس از گذشت چند ساعت خودش را با شرایط روی زمین تطبیق بدهد. دلتان برای معلق بودن در فضا تنگ نشده؟ بله، دلم برای شناور بودن در فضا تنگ شده، اما آنقدرها هم که به نظر می رسد ساده نیست. وقتی در فضا هستید مثل این است که قدرت فوق بشری دارید. در فضا شناور هستید و پرواز می کنید. کمی درباره کارهای علمیتان حرف بزنیم. آیا آزمایشی که انجام دادید برای تان جذاب بوده؟ بله، چندین آزمایش انجام دادم که خیلی برایم جالب بود و یکی از آنها خیلی سخت بود. باید تا آنجایی که می توانستم موتوری را هل می دادم تا نیرو و گشتاوری را که عضلاتم می توانست وارد کند اندازه بگیرم. شما 6 ماه را در فضا گذراندید، اما الان صحبت از سفر به مریخ است. آیا الان برای انجام این سفر آمادگی دارید؟ به نظرم انجام شدنی است. سخت‌ترین بخش این سفر بازگشت به زمین است. وقتی به زمین برگشتم تا چندین ساعت به خاطر نیروی گرانش زمین هیچ کاری نمی توانستم انجام دهم. بدیهی است که وقتی به مریخ بروید باید آمادگی رویارویی با شرایط اضطراری را داشته باشید. در نتیجه در طول سفر نیاز به تمرین‌های ورزشی سخت دارید. از لحاظ روانی هم باید آماده باشید، چون کاملا از زمین دور هستید. در ایستگاه فضایی همچنان در اطراف زمین هستیم و در نتیجه خیلی از خانه دور نیستید. رفتن به مریخ هدف مشترک کسانی است که در بخش هوافضا کار می‌کنند. جرمی، خبرنگار یورو نیوز، در نمایشگاه هوافضا با رئیس ناسا درباره برنامه سازمان ملی و هوانوردی آمریکا صحبت کرده است. ناسا درباره سفر به مریخ خیلی صحبت می‌کند، اما با مریخ نورد هم موفقیت‌های زیادی به دست آمده. آیا فرستادن مریخ نورد بهتر و کم خطرتر نیست؟ فکر می‌کنم به هر دو نیاز باشد، هم به مریخ نورد و هم به فضا نورد. مریخ نورد به مریخ می‌رود و کار پیشاهنگ را انجام می‌دهد. با مریخ نورد چیزهایی را می‌شناسیم که اگر بخواهیم انسان به مریخ بفرستیم باید بدانیم. فکر می‌کنید چه موقع پای انسان به مریخ خواهد رسید؟ تلاش می‌کنیم حدود دهه 2030 انسان را در نزدیکی مریخ مستقر کنیم. باید کارهای زیادی برای دستیابی به فناوری‌ها و سیستم‌هایی که باید ساخته شود به انجام برسانیم. برای این کارها به همکاری نیاز داریم. باید مدتی را در اطراف ماه بگذرانیم و تمام سیستم‌هایی را که برای رفتن به مریخ نیاز است در نزدیکی زمین آزمایش کنیم. بله، وقتی در مورد سفر به اطراف ماه صحبت می‌کنید، منظورتون کپسول اوریون است؟ اولین ماموریت فضایی با سرنشین فکر کنم در سال 2022 انجام بگیرد و این هدفی است که فعلا داریم. ماموریتی بدون سرنشین برای سال 2019 در نظر گرفته شده که به زودی انجام خواهد شد و درباره چشم‌انداز موفقیتش هم خیلی هیجان داریم. همکاری بین آژانس‌های فضایی اروپا و آمریکا برای انجام ماموریت‌های بزرگ حیاتی است و این میان ناگزیر پای سیاست هم به میان خواهد آمد. اولین سوالی که از یان ورنر، مدیر کل آژانس فضایی اروپا می‌پرسیم، درباره پرسش سیاسی روز است. برکسیت. برکسیت موضوعی بین بریتانیا و اتحادیه اروپا است. آژانس فضایی اروپا سازمانی بین دولتی است و از حوزه این صحبت‌ها هم کمی بیرون هستیم. اروپا به مرز اتحادیه اروپا محدود نمی‌شود و فکر می‌کنم اتحادیه اروپا به بریتانیا نیاز دارد و بریتانیا هم به اتحادیه اروپا. بنابراین امیدوارم که راه حل خوبی پیدا شود. اما شرکت‌هایی که در بریتانیا کار می‌کنند چه می‌شوند؟ آیا لازم است که اینها در اروپا مقر جدیدی برای خودشان پیدا کنند؟ پاسخ این پرسش را امروز نمی‌دانیم، اما می‌توانم بگویم که درون آژانس فضایی اروپا چنین درخواستی مطرح نشده. سوئیس و نروژ هم در این آژانس هستند. پس می‌دانیم با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا چطور کنار بیاییم.
شما مفهوم فضای چهار را به میان آوردید و تلاش کردید با شهروندانی که به نمایشگاه هوافضای پاریس آمدند ارتباط برقرار کنید. مردم عادی به شما چه میگویند؟ شهروندان چه میگویند و چه میخواهند؟ خیلی جالب است. وقتی از شهروندان میپرسیم که درباره فضا چه فکر میکنند، همه شوق و ذوقشان گل میکند. این نکته خیلی روشن است. برای من خیلی جالب است که فایده تحقیقات فضایی در زندگی روزمره‌شان را به خوبی میدانند. انتظار چه نوع ماموریت های فضایی را دارند؟ اغلب میخواهند ماموریت های فضایی پرخطر انجام دهیم، مثل رفتن به سیاره های دیگر، شبیه به ماموریت اگزومارس. اینها ماموریت هایی هستند که مردم خیلی دوست دارند. این را هم میگویند که این ماموریت ها به آنها امید به آینده میدهد. در ماموریت های فضایی فقط مسائل مالی مطرح نیست، بلکه تحقیقات فضایی موضوعی اجتماعی است و فواید اجتماعی دارد. و اما خبرهایی از صنعت هوا و فضا. گروه آریان موشک جدید آریان 6 را به نمایش گذاشت و اعلام کرد که مهندسانش روی ساخت پرتابگری کار می‌کنند که قابلیت استفاده مجدد داشته باشد. شرکت ایتالیایی آوو هم قراردادی برای پرتاب 3 نسخه جدید موشک وگا و ابزاری برای قرار دادن ماهواره‌های کوچک در مدار امضا کرده. و کشتی فضایی خودکار استرابوس ساخت شرکت تالس آلنیا می‌تواند در ارتفاع بسیار زیاد پرواز کند. و حالا دور از سر و صدای نمایشگاه به مجموعه اسطوره‌های فضا باز می‌گردیم. این ماه با یکی از فضانوردان پیشگام شوروی سابق الکسی لئونوف دیدار کردیم. اون در سال 65 میلادی اولین فضانوردی بود که در فضا راهپیمایی کرد. بیرون آمدم، دستم را به جایی بند کردم و یادم نیست که این کلمات را گفته باشم، اما صدای من ضبط شده که گفتم پس بالاخره زمین گرد است و بعدش سکوت. می توانستم صدای قلبم را بشنوم و صدای نفسم را و هیچ صدای دیگری نبود. مشکلی که در این وضعیت پیدا شد این بود که حس می کردم انگشتانم با دستکش تماس ندارد و پاهایم آزاد و آویزان است. با خودم فکر می‌کردم چطور می‌خواهم برگردم. بعد متوجه شدم راه حل این است که فشار را کم کنم. بدون اینکه چیزی بگویم فشار را 27 صدم کمتر کردم و کاملاً حواسم بود که نزدیک به فشاری هستم که نیتروژن در خون حباب می‌سازد و می‌جوشد. بیشترین چیزی که در یادم هست این گفته است: عالم هستی در زمان و مکان نامتناهی است. آسمان سیاه است به سیاهی زغال و ستاره ها روشنند، سوسو نمی زنند و بیشمارند. و بعد همانطور که در آن فیلم گفته شد باقی سکوت است. این برنامه به پایان رسید. ماه آینده در برنامه فضا به سراغ فضانورد ایتالیایی پائولو نسپولی می رویم. تا موقع برای اطلاع از آخرین خبرها به صفحه برنامه فضا در euronews.com مراجعه کنید.